اما چرا پراید به چنین روزی رسید؟ آیا از اول همینطور بود؟ نگاهی داشته باشیم به تاریخچه این خودرو. سال 1985 میلادی برابر با 1363 خورشیدی اولین پراید تولید شد. شرکت مزدای ژاپن به درخواست فورد آمریکا یک خودرو مقرون به صرفه و با کیفیت متوسط تولید کرد. نام این خودرو در ژاپن با نام مزدا 121 و در آمریکا فورد فستیوا معرفی شد. سال 1370 تولید این خودرو به خاطر کیفیت پایین متوقف شد. اما تولید این خودرو در کیا موتور کره جنوبی با تغییراتی در ظاهرش ادامه پیدا کرد. سال 1372 سایپا امتیاز مونتاژ این خودرو رو تا سال 1380 از کیا موتور خریداری کرد. خودروی مقرون به صرفه‌ای بود که بعد از توقف خط تولید پیکان با تفاوت‌های قابل توجهی بازار ایران رو به دست آورد. شیشه‌های برقی، صندلی‌های راحت، کولر، سهولت رانندگی، مصرف پایین بنزین و ویژگی‌های دیگه بازار خوبی برای پراید فراهم کرد. سال 1380 سایپا امتیاز تولید پراید رو از کیا موتور خرید. سایپا با شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی با تبلیغات گسترده تولید پراید رو شروع کرد. اما پراید به شیر بیال و دم و اشکم تبدیل شد. یعنی هر شرکت قطعه‌سازی بخشی از کیفیت رو فدای منافع کرد و شرکت مادر یعنی سایپا هم که دیگه بدتر از همه قطع ساز هاست و پراید رو نابود کردن. اسکلت پراید. اسکلت و ستونهای پراید اونقدر ضعیف و بیکیفیته که در تصادفهای معمولی در هم فرو رفته و درهاش دیگه باز نمیشه و سرنشینان خودرو در داخل خودرو حبس میشن. بعدی باک پراید. ضخامت فلز باک پراید رو اونقدر کم کردن که با کمترین ضربه آتش میگیره. یعنی کار به جایی رسیده که کارشناسان و حکومتی باک پراید رو بمب آتشزا اسم گذاری کردن. کارشناسای حکومتی هم علت این وضعیت رو دزدیدن از قطر آلیاژ استاندارد باک بنزین اعلام کرد. مقوله دیگه ترمز پرایده. ترمزهای پراید هم هر سال به جای پیشرفت و ارتقا پسرفت داشتن و هر سال بیکیفیت تر شدن. همین سه عاملی که اشاره کردم کافیه که پراید رو به عرابه مرگ تبدیل کنه. طبق آمار تصادفات در اردیبهشت 1401 70% تصادفات منجر به مرگ در ایران با پراید و پژو تولید داخل به ثبت رسیده که البته پراید بیشترین سهم رو داره. نکته قابل توجه اینه که خودروی پراید تست تصادف انجام نمیده. البته معلومه که چرا تست تصادف انجام نمیده. این صحنه رو نگاه کنید، صحنه تصادف پراید با پایه صندوق صدقات رژیم که منجر به چنین وضعیتی شده. بله، شما فقط کافیه عبارت تصادف پراید با شتر رو در گوگل سرچ کنید. با چنین تصاویر شگفت انگیزی مواجه میشید. یعنی پراید بعد از تصادف با یک شتر له شده اما شتر زنده است و اتفاقی براش نیفتاده. وقتی سهامداران خودروسازان داخلی رو دنبال کنید به قرارگاه خاتم سپاه پاسداران و شرکت‌های مشابهش می‌رسید. شرکت‌های مثل شرکت تدبیر سرمایه آزاد یا سازمان گسترش و نوسازی ایران که از مالیات هم معاف هست. سود این شرکت‌ها با یک یا چند واسطه به جیب شخص خامنه‌ای و زیرمجموعه‌هاش می‌ریزه و جان مردم ایران بهای این سودجویی. حالا همین عرابه مرگ رو به 220 میلیون تومان به مردم ایران میفروشن، یعنی حدوداً 7000 دلار. با این پول میشه یک خودروی دست دوم خوب خرید
مثل هیوندا سوناتا 2007 یا شولت کروز 2014 یا هیوندای اکسنت 2015 و خودروهای از این دست که اصلاً با پراید قابل مقایسه نیستن. حالا سوال اینه که چرا مردم ایران باید پراید بخرن؟ چون به اسم حمایت از تولید داخلی واردات خودروی خارجی رو ممنوع کردن. بعد قیمت این آهنپاره رو هر سال و هر ماه بالا میبرن. در نتیجه مردم گزینه دیگه ای ندارن و مجبورن که این خودروی بیکیفیت و بیارزش رو بخرن. و اما ترین های پراید، بالاترین آمار تصادفات منجر به مرگ، پرسرقت ترین خودرو در ایران، پایین ترین عمر مفید و بازدهی، ناایمن ترین خودروی جهان.